درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 19 سپتامبر 2022 میلادی برابر است با 28 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی. نخست ما رو خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. در حالی که اکثر شهرهای کردنشین ایران صحنه اعتراضات و اعتصاب هستند، تجمع و تظاهرات معترضان به قتل مهسا امینی به تهران کشیده شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ مدعی شده که لباس خانم امینی لحظه دستگیری مناسب نبوده است. تصاویر اختصاصی از سیتی اسکن مهسا امینی که از توی یک گروه هکری منتشر شده نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز دوشنبه برای شرکت در 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تهران را ترک کرد. سفیر ایران در عراق از مرگ حدود 100 شهروند ایرانی در گردهمایی راهپیمایی 40 خبر داد. ایران امروز دوشنبه پرونده تازه‌ای را با هدف بازیابی نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده است. علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران که در روزهای اخیر بیشترین واکنش را نسبت به قتل مهسا امینی داشته مورد حمله و اتهام یک کانال تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که شامگاه یکشنبه پخش شد گفت در صورت تهاجم نظامی چین به تایوان واشنگتن به دفاع از این جزیره برمی‌خیزد. روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام همچنان برخی از مسائل حل نشده باقی مانده است. طالبان روز دوشنبه از تبادل موفق زندانی با ایالات متحده خبر داد، اما روسیه آمریکا را به کمکاری در مبادله زندانیان دو کشور متهم کرد. پگاه نظامی آمریکا در سوریه هدف حمله راکتی نافرجام قرار گرفت. و به دنبال زمین لرزه‌ای به قدرت 6.8 درجه در مقیاس ریشتر در تایوان مقامات هشدار سونامی صادر کردند. بینندگان هوشمند، تا لحظات دیگر با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان خواهم بود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. در حالی که اکثر شهرهای کردنشین ایران صحنه اعتراضات و اعتصاب هستند، تجمع و تظاهرات معترضان به قتل مهسا امینی به تهران کشیده شد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شدند. همچنین زنان معترض روسری‌های خود را برداشتند. اعتراضات تهران بعد از ظهر روز دوشنبه با تجمع معترضان در خیابان حجاب این شهر آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی تعدادی از تجمع کنندگان در خیابان حجاب تهران را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در این خیابان و اطراف آن آمبولانس مستقر کرده و بازداشت شدگان را به آمبولانس منتقل می کردند. همچنین معترضان در تهران با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی مقاومت کرده و به تجمع ادامه دادند. این در حالی است که ماموران امنیتی به سمت معترضان در بلوار کشاورز گاز اشک‌آور پرتاب کردند. تجمع معترضان در تهران به میدان ولیعصر هم کشیده شد. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، رضا شاه روحت شاد، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران ستم علیه زنان و اتحاد از شعارهای معترضان در تهران است. همچنین معترضان در خیابان حجاب تهران خطاب به علی خامنه‌ای شعار این آخرین پیام سر دادند.
پیشتر دانشجویان تعدادی از دانشگاه‌های مهم و اصلی تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی در دانشگاه‌های خود تجمع کردند. اعتراضات خیابانی در ایران علاوه بر تهران و شهرهای کردستان به دیگر شهرها نیز سرایت کرده و معترضان در پلکه مادر در رشت تجمع کردند. یک منبع مطلع گفته است که 4 معترض در دیواندره بر اثر اصابت گلوله جنگی ماموران امنیتی کشته شدند. مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جانباختن مهسا امینی شده میگوید که هر ادعایی خلاف گزارش تهیه شده زیر نظر او مطرح شود مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ابراهیم رئیسی هفته گذشته وزیر کشور را مسئول رسیدگی به پرونده مهسا امینی کرده و وزیر کشور هم بررسی امر را به مجید میر احمدی سپرده است. میر احمدی همچنین واکنش ها نسبت به فیلم تقطیع شده بازداشتگاه وزرا را بی اهمیت دانست و گفت بخش هایی که این افراد میگویند تقطیع شده بخش های غیر مهم است و افزود که این بخش ها ارزش پخش شدن ندارد. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم دوشنبه 28 شهریور ماه در یک نشست خبری در توضیحات جدیدی درباره ماجرای مهسا امینی گفت ایشان همراه 3 خانم و 2 آقا در پارک طالقانی در حال قدم زدن بوده که با گشت ما روبرو می شوند. حجاب خانم های دیگر با تذکر قابل رفع بوده اما تنها حجاب خانم امینی مناسب نبود. او در ادامه با ذکر این مطلب که پوشش و لباس خانم امینی با آنچه در تصویر کلاس آموزشی منتشر شده متفاوت بوده گفته است که در زمان انتقال خانم امینی هیچ مشاجره و مقاومتی نبوده و حتی به گفته افراد دیگر داخل من شوخی و مزاح توسط خانم امینی صورت گرفته است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین اعلام کرد که دوربینی بر روی البسه ماموران و همچنین داخل ون وجود ندارد اما ما همه بررسی ها را از لحظه حضور گشت انجام دادیم و همه شواهد و قرائن نشان می دهد که قصور، تشر، حرکت یا رفتار نامناسب از سوی پلیس نبوده است. تصاویر اختصاصی از سیتی اسکن مهسا امینی که از توی یک گروه هکری در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه است. این تصاویر همچنان نشانگر وجود ترشحات و خون در ریه اوست. به گفته پزشکان تجمع مایعات در ریه ناشی از برود به کما در پی ضربه سنگین به سر اوست. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر مورد ضرب و جرح قرار گرفتن این دختر 22 ساله را تکذیب کرده بودند و گفته بودند که تعیین علت مرگ او 3 هفته طول می کشد. احمد وحیدی وزیر کشور عصر شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اساساً منکر آن شد که ماموران گشت ارشاد وسیله‌ای برای ضرب و جرح دارند. او رسیدگی پزشکی به این جانباخته را هم خوب و به موقع توصیف کرد. مقامات جمهوری اسلامی همچنین گفته بودند که مهسا امینی از کودکی سر و بیماری قلبی داشته اما این ادعاها از توی خانواده او تکذیب شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز دوشنبه برای شرکت در 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تهران را ترک کرد. رئیس دولت 13 در هنگام ترک تهران اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای انجام مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران ندارد اما سخنگوی وزارت خارجه احتمال انجام آن را رد نکرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ابراهیم رئیسی در این سفر ضمن حضور در نشست سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد با تعدادی از سران کشورهای حاضر در این نشست دیدار و گفتگو می کند و دیدارهای جانبی دیگری هم خواهد داشت. در این حال به گزارش خبرگزاری پارس وابسته به سپاه پاسداران رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی پیش از حرکت به سوی نیویورک در مصاحبه با شبکه CBS نیوز آمریکا اظهار داشته که توافق هسته‌ای بدون تضمین بی‌معناست. ابراهیم رئیسی در پاسخ به سؤالی درباره واقعه هولوکاست و اینکه آیا به وجود آن اعتقاد دارد یا خیر گفته است که یک نشانه هایی نیز وجود دارد که چنین اتفاقی افتاده که باید مورد بررسی دقیق توسط محققان و مورخان قرار بگیرد.
رئیسی در مصاحبه با سی بی اس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 گفت هر کسی که در ایران مرتکب جرم و جنایتی شده در دادگاه به جرم او رسیدگی شده و مجازات می شود. آنها افراد را ترور می کردند و جرایم آنها در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته بود. رئیسی درباره زندانیان آمریکایی در ایران هم گفت در مقابل زندانیان ایرانی نیز در آمریکا هستند که به جرم تلاش برای دور زدن تحریم ها زندانی شدند. تبادل زندانیان با آمریکا یک موضوع انسان دوستانه است که قابل بررسی است. او گفت که بین عملکرد دولت های بایدن و ترامپ هیچ فرقی نمی بیند. سفیر ایران در عراق از مرگ حدود 100 شهروند ایرانی در گرد همایی راهپیمایی اربعین خبر داد. محمد کاظم آل صادق روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از حوادث جاده‌ای، بیماری زمینه‌ای و کهنسالی به عنوان دلایل مرگ این افراد نام برد. به گفته آل صادق تعداد بسیار کم تعداد بسیار کمی از زائران هم مفقود شده و یا خانواده های خود را گم کردند. سفیر ایران آماری در این زمینه ارائه نکرده است. من گلشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. آژانس امیری بار دیگر تقدیم می‌کند تور 11 روزه اسپانیا و پرتغال با قیمتی باور نکردنی که نظیر آن را در هیچ کجای دیگر پیدا نمی‌کنید. بلیط هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس، با صبحانه و شام، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. جای خود را قبل از سولد آوت رزرو کنید. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com آژانس امیری. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. آیا از دردهای استخوانی رنج میبرید؟ کمپانی مانترا مورد تاییدیه کمپانی‌های بزرگ بیمه لوازم طبی همچون زانوبند، مچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، والکر، اسا و صدها لوازم دیگر را برای شما فراهم می‌نماید. برای به دست آوردن لوازم مورد نیاز خود تحت پوشش بیمه، تاییدیه پزشک متخصص و دلیوری رایگان با مانترا مدیکال سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم.
ایران روز دوشنبه به قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه گفت که ایالات متحده با نقض قوانین بین المللی صنعت اقامه دعوا ایجاد کرده است. وکلای مدافع جمهوری اسلامی که پرونده را در سال 2016 به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دادند، واشنگتن را متهم کردند که با اجازه به دادگاه‌های آمریکایی برای مصادره دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از جمله 1 میلیارد و 750 میلیون دلار از بانک مرکزی ایران، معاهده مودت سال 1955 با دولت محمد رضا شاه پهلوی را نقض کرده است. مصادره اموال ایران از توی آمریکا برای اعطای غرامت به قربانیان حملات تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شد. معاهده مودت بین ایران و آمریکا در سال 1955 میان دولت محمد رضا شاه پهلوی و رئیس جمهوری وقت ایالات متحده امضا شد. بعد از آنکه جمهوری اسلامی دو ادعا بر اساس این معاهده مطرح کرد، واشنگتن در سال 2018 رسما از آن خارج شد. ایالات متحده روز چهارشنبه به دفاع از خود خواهد پرداخت و وکلای آمریکا در جلسات قبلی استدلال کردند که دادگاه باید ادعاهای ایران را رد کند، زیرا جمهوری اسلامی خود با حمایت از تروریسم بین‌المللی معاهده 1955 را نقض کرده است. علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران که در روزهای اخیر بیشترین واکنش را نسبت به قتل مهسا امینی داشته، مورد حمله و اتهام یک کانال تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفته است. علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: یک سری ها سال 57 فهمیدند، یک سری ها سال 67 فهمیدند، یک سری ها سال 88 فهمیدند، یک سری ها سال 96 فهمیدند، یک سری ها سال 98 فهمیدند و یک سری ها سال 1400 فهمیدند و وای به حال آنهایی که هنوز نفهمیدند. کانال تلگرامی لشکر قدس که خود را وابسته به سپاه قدس معرفی می‌کند، علی کریمی را حامی اغتشاشگران و منافقین نامید. علی کریمی با بازنشر این پیام کانال لشکر قدس نوشته است که اگر امثال شما مسلمان و وطن پرست هستید، خدایا کافرم گردان. و همچنین در آخرین پست اینستاگرامیش تصاویری از رضا شاه پهلوی را منتشر کرد که با واکنش کاربرهای ارزشی مواجه شد. از سوی دیگر، گوگوش خواننده پرطرفدار ایران کنسرت شامگاه یک شنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. جی کی رولینگ، نویسنده پرآوازه بریتانیایی و خالق کتاب‌های هری پاتر، هم روز شنبه با بازنشر توییتی حاوی ویدیوی شماری از زنان ایرانی که در واکنش به مرگ مهسا امینی موهای خود را کوتاه می‌کنند، اقدام آنها را ستایش کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مصاحبه‌ای که شامگاه یک شنبه پخش شد گفت که در صورت تهاجم نظامی چین به تایوان، واشنگتن به دفاع از این جزیره برمی‌خیزد. بایدن در پاسخ به سؤال مجری برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS در این باره که آیا نیروهای آمریکایی از جزیره خودمختار اوکراین دفاع خواهند کرد، اظهار داشت بله، در واقع اگر حمله بی سابقه ای باشد. از رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه پرسیده شد که آیا منظورش این است که برخلاف جنگ اوکراین، این بار مردان و زنان آمریکایی در صورت حمله چین به تایوان از این جزیره دفاع خواهند کرد؟ او جواب داد بله. خبرگزاری رویترز می نویسد که این بار بایدن از همیشه صریح‌تر درباره چگونگی تعهد آمریکا برای دفاع از تایوان سخن گفته است. روسیه دوشنبه اعلام کرد که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام همچنان برخی از مسائل حل نشده باقی مانده است. مشخص نیست که مواردی که روسیه میگوید حل نشده شامل چه موضوعاتی است. روسیه که ایران میگوید متحد این کشور است، در کنار چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا یکی از امضا کنندگان توافق هسته‌ای برجام است، اما ایالات متحده از این توافق خارج شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری امروز گفت که این کشور برنامه تعریف شده‌ای برای گفتگو در خصوص مذاکرات رفع تحریم‌ها در این سفر و اجلاس ندارد، اما به گفته او احتمال می‌رود که در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تحریم‌ها گفتگوهای دو جانبه‌ای با طرف‌های مذاکره کننده صورت بگیرد. تا
طالبان امروز دوشنبه از تبادل موفق زندانی با ایالات متحده خبر داد، اما روسیه آمریکا را به کمکاری در مبادله زندانیان دو کشور متهم کرد. یک زندانی ارشد طالبان که سالها در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شد، روز دوشنبه در ازای آزادی یک زندانی آمریکایی به طالبان در کابل تحویل داده شد. بشیر نورزای، قاچاقچی مواد مخدر و عضو طالبان، بعد از آزادی به خبرنگاران در کابل گفت که 17 سال و 6 ماه را در بازداشتگاه ایالات متحده در گوانتانامو گذرانده و آخرین زندانی طالبان در آنجا بوده است. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی طالبان هم که در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کنار نورزای حضور داشت، با استقبال از تبادل زندانی گفت که این آغاز یک عصر جدید در روابط ایالات متحده و طالبان است و میتواند دریچه جدیدی را برای گفتگوی بین دو کشور باز کند. به گفته متقی، آمریکایی آزاد شده مارک فریکس کهنه سرباز نیروی دریایی و پیمانکار غیر نظامی بود که در 31 ژانویه 2020 در افغانستان ربوده شد. البته واشنگتن فعلا آزادی فریکس را تایید نکرده، اما خانواده آقای فریکس آزادی او را تایید کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که پایگاه موسوم به دهکده سبز که محل استقرار نیروهای آمریکایی در شرق رود فرات در شمال شرقی سوریه است، هدف یک حمله راکتی قرار گرفته، اما این حمله تلفات جانی یا خسارات مادی بر جای نگذاشته است. سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد 3 راکت 107 میلیمتری پایگاه دهکده سبز را در روز یکشنبه هدف قرار داد و راکت چهارم به همراه تجهیزات دیگر در نقطه پرتاب در حدود 5 کیلومتری این پایگاه کشف شد. پایگاه دهکده سبز ماه گذشته در یک درگیری میان نیروهای آمریکا و شبه نظامیان تحت حمایت ایران مورد حمله قرار گرفته بود که دست کم یکی از نظامیان آمریکایی را که در سوریه خدمت می‌کند به صورت جزئی مجروح کرد. این حمله واکنش آمریکا را برانگیخت و نیروهای این کشور در چندین نوبت مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دیر زور سوریه را بمباران کردند که چندین کشته بچه گذشت. بینندگان عجبن، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مونیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. با زبان گیاهان آشنا شوید. 1001 پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات گیاهی، خلاصه ای از 50 سال تحصیل و تجربه با زبانی ساده و
در دادن دریایی از اطلاعات مفید از کاشت تا برداشت گیاهان مختلف، فصول چهارگانه و کارهای مهم آن، عکس‌های آموزنده از آفات و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی و مشکلات ناشی از شرایط جوی، نوشته دکتر مجید جهانبین، کتابی مفید برای شناخت و حل مشکل‌های باغ و باغچه شما، دانستنی‌های اصولی برای کار کمتر، برداشتی بیشتر. برای داشتن آگاهی‌های بیشتر با majid@paradisenursery.com و یا با شماره تلفن 818-999-4848 تماس بگیرید. خبرها را دنبال می‌کنیم. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.8 درجه در مقیاس ریشتر یکشنبه 18 سپتامبر جزیره تایوان را لرزاند و علاوه بر کشته شدن دست کم یک تن، خسارات قابل توجهی به مناطق مسکونی در شهر یولی وارد کرد. در جریان این حادثه چندین قطار باری هم از ریل خارج شدند و جاده‌های کوهستانی نیز مسدود شدند. به گفته مقامات امدادی در جریان این بلای طبیعی دست کم 146 تن هم مجروح شدند و وقوع متعدد پس‌لرزه‌ها موجب ترس و نگرانی ساکنان جزیره شده است. مؤسسه زلزله‌نگاری آمریکا میگوید زمین لرزه یک شنبه 7.2 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشته و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. در پی این حادثه برای چند ساعت هشدار سونامی اعلام شد. شدت این زمین لرزه به حدی بود که مسئولان اوکیناوای ژاپن هم برای ساعتی هشدار سونامی صادر کردند. مقامات ژاپن صبح دوشنبه با این حال از وقوع طوفان نانمادول در غرب این کشور خبر دادند. این طوفان با جاری شدن باران‌های سیلاسا و وزش بادهای شدید همراه است و تا کنون موجب قطعی برق در حدود 300 هزار واحد مسکونی شده است. مقامات هشدار دادند که احتمال وقوع سیل و رانش زمین در پی این طوفان که 14 طوفان فصلی است به ویژه در شرق ژاپن بالاست. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای سپر. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. دنبال وکیلی کار کشته و کاربلد برای رسیدگی و دریافت حق خود از مراجع قانونی هستید؟ پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20 هزار پرونده قانونی با موفقیت 99% و دریافت بیش از 500 میلیون دلار خسارت، تضمین موفقیت شما در پرونده شماست. پیام شایانی به همراه 50 وکیل کارکشته و کادر دفتری موفق راه را برای شما برای گرفتن حقتان هموار خواهد کرده. همین امروز با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بیشترین خسارت را دریافت کنید. دریافت بالاترین خسارت در کیس‌های تصادفات اتفاقی روزمره در دفاتر ماست. دفاتر ما لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادفات.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه.
جیل ویز با نصب سیستم های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز همیشه و همه جا. از این پس دارندگان جیل ویز هیچ فیلم و سریال فارسی و یا دوبله به فارسی را از دست نخواهند داد. شما می توانید 90% بروزترین فیلم ها و سریال های دلخواهتان را در قسمت فیلم و سریال جیل ویز پیدا کرده و تماشا کنید. اگر برنامه دلخواهتان را در این قسمت پیدا نمی کنید، می توانید با مراجعه به ژانر فیلم و سریال برنامه مورد نظرتان را بر روی 10 کانال تلویزیونی به صورت زنده تماشا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیل ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. جیل ویز با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می‌نماید. آگهی‌های جیل ویز بر روی تلویزیون‌های هوشمند، تلفن، تبلت‌های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جیل ویز پخش خواهند شد. این آگهی‌ها علاوه بر 10 کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب جیل ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. آیا در محل کارتان دچار آسیب شده اید و یا از صدمات ناشی از کار رنج میبرید؟ پیام شایانی و نتورک وکلا با بیش از 20 سال تجربه و دریافت بیش از $500 میلیون خسارات ناشی از کار و صدمات کار به همراه بیش از 50 وکیل و کادر دفتری موفق در خدمت جامعه ایرانی است. رکورد 99% پیام شایانی در موفقیت به رسیدگی بیش از 20,000 پرونده تضمین دریافت حق شما از کارفرماست. همین امروز با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بیشترین خسارت را دریافت کنید. انتخاب ما راز موفقیت دریافت